جنایتی دیگر علیه شیعیان در عربستان سعودی رقم خورد. در این جنایت اتوبوس حامل شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام که به سمت مدینه منوره حرکت می کرد مورد حمله وهابیون قرار گرفت. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. کاربران فضای مجازی با انتشار کلیفی فاش کردند که وحابی های سعودی به اتوبوسی که شهروندان را از استان نشین قطیف به مدینه منوره منتقل می حمله کردند. علت حمله این است که زائران اهل قطیف و شیعه مذهب بوده که به دیدار حرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله می این کلیپ خشم فعالان شبکه های اجتماعی را برانگیخت. علی حاشم از فعالان شبکه های اجتماعی نیز در توییتی از این اقدام ضد شیعی انتقاد کرد این فعال سیاسی در توییتی نوشت جهت اطلاع در عربستان سعودی کسانی که به شیعیان حمله می کنند دستگیر نمی شوند. حتی تروریست هایی که باعث انفجارهای های قطیف قدیف و الاحصا شده و مساجد و حسینیه های شیعیان را هدف قرار دادند. ما نمیدانیم که آیا آنها در زندان هستند یا نه یا به سوریه و عراق فرستاده شدند تا خود را منفجر کنند گفتنی است در این کلیپ یک خودروی غیر نظامی جلوی اتوبوس را مسدود کرده و راننده پس از پرتاب چند سنگ به شیشه اتوبوس فرار می در همین حال وبسایت امارات جزیره در گزارشی نوشت شیعیان در عربستان از چندین نوع تبعیض رنج میبرند از جمله جلوگیری از انجام مناسک دینی خود و همچنین تبعیض آموزشی که چهره تشیع را در برنامه های درسی مدارس و کتب مذهبی مختوش می کنند. این مطلب افزود مقام های دولتی هموار شیعیان را از برخی مشاغل کنار گذاشته و یا توجهی به آنها نمی کنند. قابل ذکر است تاریخ این حمله در کلیپ مشخص نشده اما در پی انتشار گسترده و دست به دست شدن در صفحات فضای مجازی به یکی از سوژه های داغ و جنجالی در عربستان سعودی تبدیل شده است. علی اکبری اخبار شیعه